سرخط خبرها طالبان خبرنگار تلویزیون راه فردا را تا دم مرگ لاتکوب کردند. پاکستان نمیخواهد نقش یک مخرب را در افغانستان بازی کند. شماری از مقام های القاعده در یک محله دیپلمات نشین کابل زندگی میکنند. تکان دهنده دامنه آتش های نورستان وارد فاز خطرناک شد و به دیگر ولایت ها سرایت کرد. گزارش ویژه در مورد پیوستن عبدالرحمن سالنگی و قیصاری و طالبان که باور نکردنی است. گروه گروه دسته دسته کوچ های اجباری توسط طالبان در بغلان و پنشیر وارد فاز خطرناک شد. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. طالبان یک خبرنگار تلویزیون راه فردا را لاتکوب کردند. رضا شهیر خبرنگار تلویزیون راه فردا میگوید که برای دومین بار از سوی طالبان لاتکوب شده است. آقای شهیر امروز در برگه فیسبوک خود میگوید است که بدون هیچ جرم بار دیگر از سوی طالبان مورد لاتکوب قرار گرفته است. نام برده افزوده است که شب گذشته که از مهمانی به طرف خانه روان بودم، در نزدیک خانه توسط گزمه سیار طالبان مورد بازپرس قرار گرفتم. نیروهای طالبان پس از بازرسی تلفن، پول و اسناد ضروری ام را گرفتند و لاتکوبم کردند. این در حالی است که او بار پیش در روز حمله انتحاری بر مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل از سوی طالبان ابتدا بازداشت و سپس مورد لاتکوب قرار گرفته بود. باید یادآور شد که پس از تسلط طالبان در افغانستان ده‌ها خبرنگار از سوی نیروهای آنان به بهانه‌های مختلف بازداشت و لاتکوب شدند. خبر بعدی اسلام آباد تازه گفته است که پاکستان نمیخواهد نقش یک مخرب را در افغانستان داشته باشد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که پاکستان نمیخواهد نقش یک مخرب را در افغانستان داشته باشد. نامبرده در یک نشست مطبوعاتی هفتگی خاطرنشان کرده است که پاکستان به طور مداوم نگرانی های خود را در مورد افزایش تروریسم و حمله های فرامرزی مطرح می کند. او بار دیگر بر تعهد پاکستان به یک افغانستان صلح‌آمیز باثبات و مستقل تاکید کرد و افزوده است که این کشور نمیخواهد هیچ نقش مخرب در کشور همسایه داشته باشد. در عین حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان در جریان صحبت‌هایش در مورد جرگه بزرگ در افغانستان گفت که هدف از مشارکت جرگه قبایلی در گفتگو با تحریک طالبان پاکستان ممنوعه برقراری صلح در افغانستان است. آقای عاصم اضافه کرد که هندوستان همیشه در افغانستان نقش مخرب داشته است. با این حال او تصریح کرده است که پاکستان به اقدامهای خود مطابق به قانون اساسی برای صلح در منطقه ادامه خواهد داد. خبر بعدی گاردین تازه گفته است که شمار از مقامهای القاعده در یک محله دیپلمات نشین کابل زندگی میکنند. سازمان ملل در گزارش از ارتباط طالبان با القاعده و پناهگاه های این شبکه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. روزنامه گاردین به نقل از گزارش سازمان ملل نوشته است که شمار از مقام های القاعده در محله دیپلمات نشین کابل و سر می برند. این روزنامه همچنین افزوده است که ممکن است مقام های القاعده به جلسات وزارت خارجه طالبان دسترسی داشته باشند. در گزارش آمده است که تعهد طالبان به جلوگیری از راه اندازی کمپاین تروریسم بین المللی توسط القاعده در میان مدت و بلند مدت نامشخص است. در گزارشات سازمان ملل متحد که القاعده در افغانستان زیر اداره طالبان آزادی عمل دارد و قادر است در سالهای آینده حمله های جدیدی از راه دور انجام دهد، این در حالی است که طالبان بارها داشتن هر گونه رابطه با القاعده را رد کردند. مقام های طالبان گفتند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اکنون می‌پردازیم به خبر مهم. نظام‌الدین قیصاری با کمیسیون دعوت طالبان به تفاهم رسیده است. به زودی از مشهد به مزار برمی‌گردد و قوت‌هایش را با طالبان یک جا می‌سازد و می‌خواهد که همانند طالبان بالای مردم حکمرانی کند. آیا مارشال عبدالرشید دوستم به این کار قیصاری رأی می‌دهد و یا خیر؟ نظر شما در این مورد حتمی و ضروری است. در حالی هست که فریب این مزدوران را نخورید. گرفته شده از رسانه ها، حاجی عبدالرحمن سالنگی با دعوت کمیسیون دعوت طالبان از ایران به افغانستان برگشت. بعد از گذشته مدت طالبان او را یک هفته پیش از یک محفل عروسی در کابل بازداشت کردند و تا به حال هیچ کسی از او خبری ندارد. او فرمانده پیشین نظام عامه و از فرماندهان جهادی بود
نزدیکان عبدالرحمن میگن که او فریب طالبان را خورده و ممکن به سرنوشت بسیار تلخ مواجه شده باشد. خبر بعدی، دامنه آتش سوزی نورستان و کنر گسترش یافت. بر اساس گزارش ها آتش سوزی جنگلات نورگرام ولایت نورستان که از 10 روز به این سو ادامه دارد و کنر رسیده است و مسئولان طالبان نیز گفتند که توانایی مهار این آتش سوزی را ندارند. با گزارش بی بی سی آتش سوزی نورستان هنوز در مناطق جنگی نورگرام ادامه دارد. این در حالی هست که طالبان پیشتر ادعا کرده بودند که جلوی گسترش آتش را گرفتند. ویدیوی منتشر شده از ساحه آتش سوزی نیز نشان می دهد که این آتش سوزی هنوز مهار نشده و دامنه این تا جنگل های ولایت کنر رسیده است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی علت آتش سوزی را اختلافات میان طالبان محلی در مورد صادرات جلغوزه و چین عنوان کردند. مقام های طالبان گفتند که امکانات کافی برای مقابله با این آتش سوزی را ندارند. عباس تانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان امروز از سرپرست سفارت چین در کابل برای مهار آتش سوزی در نورستان تقاضای کمک کرد، اما هنوز گزارشی از کمک چین در این زمینه منتشر نشده است. این در حالی هست که 2 روز پیش مسئولان محلی طالبان در ولایت نورستان از جلوگیری گسترش آتش سوزی در جنگل های ساحه شامدرای ولسوالی نورگرام این ولایت خبر داده بودند. با گفته مسئولان طالبان، هیئتی از سوی وزارت های دفاع و داخله آنها برای به این منظور به ولایت نورستان رفتند. خبر بعدی، طالبان 10 خانواده را در خوست بغلان کوچ اجباری دادند. منابع محلی در ولایت بغلان میگن که طالبان در ولسوالی خوست این ولایت 10 خانواده را کوچه اجباری دادند. منابع روز شنبه 14 جوزا و روزانه 8 صبح میگن که این خانواده ها از روستای دره دیه این ولایت کوچ داده شدند. با گفته منابع، طالبان پس از آن که 3 نیرویشان از سوی نیروهای جبهه مقاومت اسیر شدند، این خانواده ها را کوچه اجباری دادند. طالبان پیش از این نیز نزدیک به 70 خانواده را از ساحات مختلف اندراب بغلان کوچه اجباری داده بودند.